وحید احمد جوانی که روز تا شام در دکان نانوایی‌اش مصروف به دست آوردن لقمه‌نان برای خانواده‌اش بود. او شب گذشته از سوی دزدان مسلح به قتل رسید. ای حکام ظالم، ای حکام قاتل، همه ای تقصیر به سر شمانه. ای کارهایی که میشه، ای جوانها که کشته میشه، برادر میشه، هیچ شده تقصیر از خود شمانه. الله متعال از شما بپرسه. خانواده وحید احمد از حکومت میخواهند پرونده این قتل را دنبال و عدالت را اجرا کند. اگر عاملین از اینا دستگیر کردم که باید همونطور که برارم شهید کردن همونطور قصاص شن. کسایی که باعث همچین حادثات در جامعه میشه پیکر قانونی رسیده و مجازات شوند. دکاندارانی که در همسایگی وحید احمدند نگران وضعیت به خاطر پیشبرد روند کار و زندگیشانند. یکی به هم رفته، اصلا خود من شخصا نمیتونم، اصلا نو بجشه بابت به جای دعوت باشم برم یا بارشی جای مجبورم بابم خونه باشم. خواهش ما دولت همینه که امنیت برای ما بیاره، ما فقط از دولت امنیت. مسئولان محلی در هرات میگویند که این پرونده را به گونه جدی بررسی خواهند کرد. هدایت مقام ولایت به پلیس است تا از تمام ظرفیت و توان خود به خاطر مهار جرایم و تامین امنیت استفاده بکنند. رویداد اخیر که اتفاق افتاده به گونه جدی و همه جانبه بررسی خواهد شد. این اولین فرد نبوده و آخرین هم نخواهد بود. اما اینجا در شهر هرات مردم نگران آینده زندگیشانند و از مقامات مسئول در سطح کشور میخواهند تا توجه بیشتر را در قسمت تامین امنیت زندگیشان کنند. فرهاد جویا، تلویزیون یک، ولایت هرات.